پرنده زاهدی، ویدیوی شما رو دیدم که با خشم در مورد مسیح علی‌نژاد صحبت میکردید. سوالم از شما اینه، اگر مسیح میاد ایران شما گفتید که روسری از سرتون برمیدارید. این همه خیابون انقلاب دخترهایی بودن که دستگیر شدن و مخالف حجاب اجباری بودن، چرا به خاطر اونها روسری از سرتون بر نداشتید؟ هر دختر خیابون انقلاب یک مسیحه. شهروندای زیادی هستن که از حقوق اولیه خودشون دفاع میکنن، چه زن چه مرد، چه با حجاب چه بی حجاب، چه مذهبی چه غیر مذهبی. انتخاب حجاب یکی حقوق اولیه است. اینکه ما بخوایم حقوق اولیه آدم‌ها رو در نظر نگیریم، این عین بی شرافتیه. شما قسمتون رو فقط برای مسیح خوردین. ما مخالف حجاب نیستیم، ما مخالف اجباریم. خیابان انقلاب. از یه خانمی به اسم پرنده زاهدی، خانم زاهدی نیازی نیست خانم علی‌نژاد دعوت کنید داخل ایران. من یه ایرانی هستم داخل ایران و حجاب و اجبار رو قبول نمی کنم. شما که تلویزیون دارید صدای کدوم یکی از ما هستید؟ خانم نسرین ستوده، آتنا دائمی، گروه ایرایی، اینا هم زندان هستن. چرا صدای اونا نیستین خانم؟ چرا هیچ کدومتون زمانی که مطالباتی دارن دختران انقلاب پیش کدومتون صداتون در نمیاد و تمام تلویزیون که فوت کرد و بهتون اینجا خجاست؟ اجازه بدیم من نشون بدم. ببینیم اینجا تکویه که خانم مریم شریعت مداری رو از اینجا پرد کردن خانم و هیچ کدومتون هم صداتون در نمیاد و فوت کردیم. تا که میخواید اینجوری سکوت کنید با حکومت همراه باشید؟ خانم نسرین ستوده نگران دختر خودش نیست، تو زندانه، نگران دخترای ایرانه. یکم به خودتون. من یه پیامی دارم واسه کسانی که با چهارشنبه‌های سفید و پیاده روی بدون حجاب همراه هستن. اینکه اگر کسی به شما در اومد گفتش که حجاب یه قانونه، بگید هیچ قانونی بالاتر و مهمتر از حق آدم ها نیستش. قوانین تو جوامع اول از همه باید حقوق انسان ها رو تامین کنه و حقوق انسان ها رو در نظر بگیره و بعد وضع بشه. قانونی که حقوق طبیعی و اولیه انسان ها رو تامین نکنه و در واقع ضایع بکنه، اون قانون نه قابل احترامه و نه نظر منطقی قابل توجیه. سلام. اعتراض ما به حجاب اجباری کاملا به شکل علنی خودش در اومده. در وهله اول ما اعتراض داریم به قانونی که هیچ گونه پایه و اساسی نداره. در هیچ کدوم قرآن زن مسلمان رو مجبور نکرده که تار موهاش رو بپوشونه و به همین دلیل هم هست که در هیچ کشور مسلمان در سرتاسر کره زمین شما شاهد اجباری بودن حجاب نیستیم. تو عربستان فقط توی مکه و مدینه حجاب قانونی است، در سایر شهرها اینطور نیست. در وهله دوم اعتراض ما به سیاست‌های غلط و فساد سیستماتیک در دستگاه حکومتداری آقای خامنه ایست. حجاب اجباری امروز نماد سن فحش است که رسیده به 13 سال بین دختران ما. آقای خامنه ای در کشوری با ولایت شما نماد محرومیت اجباری زن و مرد ایرانی است از حقوق اولیه انسانی و شهروندی خودش. و شخصا اعتقاد دارم که حجاب اجباری قبل از اینکه برای من به عنوان این زن ایرانی سخت باشه، یک توهین بزرگی است به مردان ایرانی، به این معنی که اونا انگار توان کنترل جنسی خودشون رو در برابر تارمون زن ایرانی ندارن و از همه مردهای دنیا کمتر و پستر و حقیرتر هستن. اعتقاد دارم که توی این 40 سال هرچقدر روسری ما زنان ایرانی کوتاه‌تر شده، فساد دستگاه حاکم آشکارتر شده و به نظر میاد حجاب اجباری یکی از حلقه های زنجیره فساد در دستگاه حاکمیت هست و باید اعلام بکنم که ما زنها این زنجیر رو پاره کردیم. آقای خامنه ای،
نه به حجاب اجباری، نه به جمهوری اسلامی. زنده باد ایران. سلام عزیز، من خیلی وقت پیاده روی میکنم بدون حجاب. مرسی که همه زنها رو دعوت کردی به چالش پیاده روی بدون حجاب. امیدوارم روزی بشه که حجاب اجباری از مملکت کلا برداشته شه و این کوچکترین کاریه که من میتونم انجام بدم. من هموطنای من کوچکترین کاریه که میتونیم انجام بدیم در جهت رسیدن به هدف. الان ما توی دانشگاه ارومیه هستیم. این آقا به جرم این که یک دقیقه من داشتم آب میخوردم و ببینید صدام هم داره میلرزه، اصلا نمیتونم صحبت کنم و مقنعه هم افتاد، بدون هیچ دلیلی منو نگه داشته اینجا. این هم این آقا هستن، رئیس حراست دانشگاه. الان جلوی ماشین من رو سد معبر کرده و نمیذاره من حرکت کنم. من رو واسه چی الان نگه داشتین شما آقا؟ حجاب نبودم، داشتم آب میخوردم، یه لحظه مقنعم افتاد. آقای عزیزی بی مقدار سریع لطف کنید، تشریف بیارید. دستوران مرکزی. به چه دلیلی منو دارین نگه میدارین شما الان اینجا واقعا؟ حتی درست هم ما پاسخگو نیستم. مسیح جان این گشتمونه، اینجا نقش جهان و ما داریم اعتراض خودمون رو نشون میدیم.